بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. در تشخیص مسائل مختلف به گونه های مختلف تصمیم گیری میشه. یه قسمتی مربوط به خبرگان و کارشناسان یک کار، در یک تصادفی میگن کارشناس بیاد نظر بده، در موضوعاتی که جنبه کارشناسی لازم داره به اون کارشناسش مراجعه میشه، در یه موضوعاتی عرف میگن نظر بده. مثلا الان در یه چیزی مثل این که وسیله قمار هست یا نیست عرف نظر بدن، یا مثلا آخر شهر کجاست عرف اون شهر نظر بدن آخر شهر کجاست. اما مجموعی از مسائل داریم که خود شخص باید تشخیص بده. نمونه های فراوانی داره، به چند نمونه از اینها اشاره میکنم. اگر کسی یه ضرورتی میگه داره، ما باید برای ضرورتش تشخیص بدیم یا خودش، یعنی خودش اضطرار پیدا کرد، خودش در یک شرایطی ناچار شد اضطرار پیدا کرد، معیار تشخیص خودش. الان گاهی پیش میاد که شخص در شرایطی نشسته چرت میزنه، کی باید تشخیص بده این وضوش باطل شده یا نه؟ خودش، یعنی گوشش نشنید، چشمش ندید، به عهده خودشه. یا موردی که سفر معصیته، کی باید تشخیص بده که این سفرش معصیته و نمازش کامله یا کامل نیست؟ این دیگه مربوط به خودشه، خود شخص میفهمه با چه انگیزه مسافرت کرده. گاهی ظاهر سفر یه سفر مقبولیه، سفر زیارتیه، اما خودش میفهمه که یه مشکلی داره که این سفر سفر معصیته، بدون اجازه شوهر سفر کرده یا باعث اذیت پدر مادر شده، یا انگیزه های دیگه ای داره که اونا گناهه. خودش میفهمه. در این که شخص اخلاص داره یا کارش ریاست، چی باید بفهمه؟ خودش میفهمه. یا جایی که شخص توان روزه نداره، در روایات آمده میگه مفوضون الیکم، به خودت واگذار شده، ببین میتونی بگیری یا نمیتونی بگیری، به خود شخص واگذار شده. اگر کسی با نامحرم صحبت میکنه، کی میتونه تشخیص بده که این به چه نیتیه؟ خودشه. قصد لذت، تو هر جا که قصد مطرحه، در نگاه، در صحبت با نامحرم، خود شخص میفهمه که به قصد گناه، به قصد لذت یا نه، خودش میفهمه. الان خانومی که گاهی موهاش بیرونه، خودش میفهمه که میخواد تمرد کنه یا حواسش نبود. حواسش نبود. بل الانسان علی نفسه بصیره، هر کی خودش حالیشه چه کار میکنه. اگر گناه میکنه ممکنه توجیه کنه، ولی خودش حالیشه که داره گناه میکنه، یه روزی هم باید پاسخ بده. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.